درود میفرستم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر گیتی. من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا میکنم با حضور جناب آقای دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و تاریخ در دانشگاه استنفورد و نیز رئیس بخش مطالعات ایرانی این دانشگاه. طبیعی است که ایشون رو به عنوان زندگی نامه نویس در سراسر جهان میشناسن. آقای دکتر میلانی عزیز، درود بر شما. قربان سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران موسع که حضور گرم داره. ایران موسع یعنی وسیع دیگه، نه؟ ایران خیلی وسیع، از وسیع وسیع‌تر موسع. اون بالتر. برو بالتر. آقای دکتر، چه خبر از دانشگاه، کارهای فرهنگیتون؟ والا اولین برنامه بعدیمون همون برنامه است که شما لطف کردید یکی دو بار در موردش صحبت کردیم، نمایش آقای رحمانی نژاد، نمایش از گور تا ماه که در مورد قطعه‌های زنجیره‌ای و زندگی یکی از این کسانی است که در این قطعه‌های زنجیره‌ای به قتل رسیده، آقای مختاری، نمایش آقای رحمانی نژاد که خودشون هم نوشتن و کارگردانیشون رو به عهده داشتن و آقای رحمانی نژاد حتما معرف حضور بینندگان شما هست، از دست‌اندرکاران قدیمی رادیو تئاتر ایران هستن، بعضی از گروه های تئاتری مهم ایران ایشون یا بنیانگذارش بودن یا جزو اولین اعضاش بودن، جزو سنت تئاتر متعهد ایران از پیشکسوتا بودن و این برنامه هم در واقع مصداق دیگری از نوع کارهایی است که ایشون همیشه انجام دادن، چه وقتی که نمایش مصدق رو بازی کردن، نقش مصدق رو با نمایش های دیگرشون، همیشه در جهت این نوع سنت تئاتر متعهد و تئاتری که به مسائل روزمره جامعه و مسائل سیاسی علاقه ویژه داره و این یک کار بسیار جالب تازه است، این کار رو به دعوت ما اساساً آغازش کردند و برای اولین بار در اینجا در واقع به نمایش در خواهد آمد. من که دوباره دیگه هم که گفتم این تئاتر کوچیکی است و فکر میکنم تعداد جاهایی که باقی مونده چندان زیاد نخواهد بود، اگر دوستان بخوان باید زودتر اقدام کنن. 27 در یه تئاتر بسیار زیبای مجهز درجه یکی در سان فرانسیسکو اون رو اجرا خواهیم کرد. در هفته آینده امیدوارم که بتونم خبر برنامه جدید آقای بیضایی رو هم به اطلاع بینندگان عزیز برسونم، یک نمایش بسیار بسیار بکر شاد پرطربی به اسم طربنامه از آقای بیضایی رو صحنه خواهیم بود. بیضایی وار. البته بیضایی وار می‌دونید یک کار خیلی بکری است. من تا به حال آقای بیضایی تو کاراشون کار تخت حوزی نکردن، این یه نمایش تخت حوزی است که مدرنش کرده. پس پیشا بیضایی باید گفت های دکتر، پیشا یا پسا بیضایی. و یه نمایش تقریبا 4 ساعته، این کل نمایشی که من از این مفصل‌تره، سه پرده اولش که ما در اون شب 4 شب رو صحنه خواهیم برد حدود 4 ساعته و من چون تیکه هایش رو بخش اعظمش رو در مراسم در فرایند تمرین دیدم و کل نمایش هم خوندم، به غایت زیباست، نثر بسیار زیبای شیوایی داره ولی پر از طرب و پر از رقص و بزن و بکوب و حاجی ریاکار و زن حاجی و اما مثل تخت حوزی ها دیگه، یه حاجی ریاکار چش هیزی داره دنبال دختر جوانتره، زنش هم به هر حال مشغول کارهای خودشه، یه نوکری دارن و بعد گروه مطرب میبینن که کارشون رو ممنوع کردن، یه شاعر میبینن که در آستانه قتل، خیلی فضایی واقعا
شگفت انگیز ولی دائم پرطرب و پر رقص و چیزی، یه کار خیلی جالبی. اون خوشبختانه برای اون ما تئاتر گنده گرفتیم و چون لطف کردید این صحنه رو نشون دادید، این صحنه در واقع ما وقتی که نمایش قبلی آقای بیضایی رو بردیم رو صحنه، اردویراف رو ازشون خواهش کردیم که یک سمیناری بدن برای اینکه توضیح بدن این نمایش ریشه تاریخیش چیه. همین کار رو داریم در مورد طربنامه هم میکنیم و هفته دیگه 17 فوریه در استنفورد، اون یکی آزاد، هر کسی که میتونه بیاد، آقای بیضایی در مورد ریشه های تاریخی نمایش ایران به طور عام به خصوص تخت حوزی و اینکه چطور از اون دارن یک روایت مدرنی باز آفرینی میکنن. اون 17 و اگر دوستان به سایت ما ایرانیان استادیز در استنفورد برن جزئیات اون رو خواهند دید. در واقع اون سخنرانی توضیحی است برای آماده کردن زمینه نظری و فرهنگیش. دقیقا. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. فرمودید که آقای رحمانی نژاد به قتل‌های زنجیره‌ای در تئاتر خودشون می‌پردازند. بله. اخیراً آقای اسماعیل احمدی مقدم که قبلا رئیس پلیس بود در یک سخنرانی اشاره کرد که در دهه 1370 اراذل را، یعنی همین به اصطلاح نویسندگان و فروهرها رو، یک جا می بردند و سربنیستشان می کردند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران به اعترافی غیر منتظره در مورد قتل‌های انجام شده توسط گروه‌های به قول خودشان خودجوش در دهه 1370 پرداخت. وی در لابلای مصاحبه‌ای تفصیلی با ایسنا گفت که این گروه‌ها معتقد بودند دستگاه قضایی در مقابله با اراذل و اوباش کارکرد ضعیفی دارد و در نتیجه اراذل را یک جا می بردند یا در خانهشان نگه می داشتند، چاقوکاری می کردند یا در بیابانها سربنیستشان می کردند. اینها رو برای اولین بار که یکی از عوامل رژیم افشا می کنه. بله. کتاب با این کلمات. بله، خب اون کلمات شایسته خودشه و شایسته اون کسانی است که این کارها رو انجام دادن، یعنی اجامر اوباش و اراذل اوباش دقیقا اون کسانی هستن که قانون رو در دست خودشون میگیرن و به خودشون حق میدن که افراد رو در بیابونها سرنیست بکنن و به نظر من هم ایشون و هم دیگرانی که این کارها رو کردن و بهش افتخار میکنن یا بهش اشاره میکنن یا حتی اونایی که دستور این کارها رو دادن و الان جانماز آب میکشن، امید من این است که یه روزی در دادگاه های بین المللی مورد محاکمه قرار بگیرن. اینها مصادیق بارز جنایت علیه حقوق بشر، مصادیق بارز شکنجه است. الان قوانین بین المللی اجازه میده که این افراد رو در دادگاه های بین المللی محاکمه بکنن. اگر این افراد در خارج در کشورهای دموکراسی اموالی داشته باشن، کسانی که قربانی این شکنجه ها شدن، قربانی این قتل ها شدن، حق دارن اونها رو در طریق از طریق دادگاه ها تعقیب بکنن و امید من این هست که این افراد واقعا مورد تعقیب قرار بگیرن، به خصوص برای اینکه توی دادگاه منصفانه ای پرده از این مسائل برداشته بشه. و می‌دونید تعداد کسانی که کشته شدن فقط هم محدود به این مورد نیست، مواردی هستن که اینا داشتن سعی میکردن یک گروه گنده ای رو بکشن در راه ارمنستان و اگر تصادفی نمیشد خب یه تعداد بیشتری کشته میشدن. اینها واقعا نوع جنایت هایی است، نوع قتل هایی است، نوع سیاست هایی است که
در تاریخ معاصر من فقط از در آلمان و تا حدی در مورد دوران استالین و دوران حتی دوران فاشیسم ایتالیا کمترش بوده، ولی این نوع سازمان یافته قتل روشنفکران و اینکه شما بهترین فرزندان مملکت رو به عنوان اوباش ازش یاد بکنید و به خودتون حق بدید که با فتوای یک آخوندی حتما در بیابون سرشون رو ببرید، در خونه خیابون محله شون به قتلشون برسید، با تناب خفه میکردن، با تناب خفه کنید. کسی مثل دکتر تفضلی رو که یکی از برجسته ترین محققان ایران شناسه صرفا به جرم اینکه شاید با ایرانیکا همکاری کرده، شاید در تدوین مقاله هایی در نوشتن در مورد ایران نقش داشته، او رو به قتل برسونید، نوری علا رو به قتل برسونید، مترجم برخز رو، همه اینها واقعا. آقای دکتر، نوری علا کسی دیگه است؟ نه، مذرد میخوام، نوری علا نه، مذرد میخوام، درست میفهمم، نوری علا کسی دیگری است. خوشبختانه ایشون به سر در رفتن و در دنبر زندگی میکنن. اون علایی مثل که علاییه، بله اشتباه کردم، خیلی متشکرم، تحصیل کردید. بله آقای علایی که من واقعا وقت آشنایی باشو داشتم، از دوستان گلشیری بودن، من از طریق گلشیری باش آشنا شده بودم، واقعا انسان فرهیخته، معرف همون برخز بود در ایران، معرف برخز بود، جزوی از این همین جنگ اصفهان بود. میر علایی، آقای دکتر یاد آمد، میر علایی، بله آقای میر علایی، ایشون سردبیر میر علایی بود و واقعا انسان فرهیخته بود. و ببینید، کشتن اون به گمان من در واقع به خاطر این بود که یک هشداری به همه بدن که کسی حتی مثل میر علایی که خیلی با احتیاط کار میکرد، یعنی میرعلایی خودشو بیشتر مترجم میدونست، معلم میدونست، محقق میدونست، با شرافت زندگی میکرد، نون نوکری دستگاه رو نمیخورد، ولی وارد بحث مباحث سیاسی هم نمیشد، یعنی آدمی نبود که به طور جدی، یا خود دکتر تفضلی، اینا آدمایی نبودن که آدمای فعال سیاسی باشن. با قتل اینها جامعه رو قباش هشدار میدادم به بقیه که ما اگر اینها رو هم حاضرین بکشیم، شماها که مثلا گلشیری هستید، شماها که مختاری هستید، حساب خودتون رو بکنید. آقای دکتر، در یه مصاحبه که با شادروان گلشیری من کردم، ایشون با لحنی که به نظرم میامد گریه آلود بود، گفتن آقای مرید دارن ما رو نابود میکنند. و در یک مصاحبه دیگری گفتن که اینو به نظرم براتون گفتم، گفتن که کتابهای ما رو از دور خارج میکنن یا با ممیزی تکه پاره میکنن. مثلا من نوشته بودم برگ‌ها رقص کنان بر زمین ریختن، رقص کنان گفتن نباید بذاری. بله، گلشیری مثلا کتابی نوشته 40 سال پیش، بره گم شده رایی، بله، یکی از درخشانترین رمان های به گمان من قرن 20 ایرانه. الان 40 سال بهش اجازه نمیدن و هیچ چیزی درش که بوی سیاسی اونجوری باشه نیست. رمان درخشانیه و به عنوان یک رمان درخشانی که حرفای خیلی جدی داره میزنه و به عنوان رمان درخشانی که نویسندش گلشیریه، برای اینکه گلشیری رو بچزونن، برای اینکه خانواده گلشیری رو تحت مزیق و فشار قرار بدن، به اون اجازه نمیدن. گلشیری یه بار به من حرف خیلی عجیبی میزد، میگفت که خونه اینها رو در یکی از آپارتمان هاشون، آپارتمان بغل اینها رو این وزارت اطلاعات اینها رفته بودن اجاره کرده بودن و از طریق گوشی اتفاقاتی که در خونه اینها دیوار به دیوار میگذشت استراق سم میکردن. یعنی در این حد او رو و افرادی مثل او رو تحت فشار قرار میدادن. و واقعا به یه روایتی، شاید گلشیری که خیلی جوان مرد، از نتیجه همین فشارها، از غم همین قتل دوستان عزیزش فوت کرد. یعنی تعداد کسانی که دق کردن، تعداد کسانی که زندگیشون زودتر به انجام رسید چون انقدر افسرده بودن، انقدر تحت فشار بودن، اصلا رقمش رو آدم نمیتونه حتی
محاسبه بکنه. آقای دکتر، این یک کتاب هست که شما ترجمه کردین از ایشون به زبان انگلیسی، اسمش چی بود به انگلیسیش؟ انگلیسیش هست King of the Benighted، بله فارسیش هست شاه سیاه‌پوشان، بله و واقعا به گمان من یکی از دوباره درخشانترین کارهای رومانی عصر معاصره. و به نظر من میاد تاریخ انقلاب اسلامی هم باشه خیلی یه جورایی. کاملا کاملا، یعنی تاریخ انقلاب اسلامی بلایی است که بر سر روشنفکرها آوردن حتی قبل از قتل‌های زنجیره‌ای. داستان حبس شدن یه روشنفکر و بلایی که در زندان بر سرش میاد، بلایی که در زندان بر سر زندانی‌های دیگه، به خصوص زندانی‌هایی که جزو مجاهدین خلق بودن. یه کسی هم سلولشه به اسم سرمد که این رژیم تبدیلش کرده به یکی از توابین و شرط اثبات تائب بودنش اینه که تیر خلاص رو به زندانی‌های سیاسی دیگه بزنه، و این جوون هر شب میره و کارش اینه که تیر خلاص میزنه و بدنهای اینها رو میندازه برای اینکه ببرن در قبرهای دست جمعی، و بعد به یک زبان بقایت زیبایی این رو ترکیب کرده با یکی از قصه های نظامی و از شعر نظامی به وصف سرمد میاد، از وصف سرمد به وصف نظامی میرسه و یک فضای شگفت‌انگیز تاریک ایجاد کرده که چطور یک امید به روشنی تبدیل به یک کابوس خوف‌انگیز شد. آقای دکتر، این بره گم شده راهی رو خوندین شما نه؟ بله. اون داستانش چیه؟ بره گم شده راهی واقعا یک کار درخشانیه و در مورد یک مسئله است که گلشیری دائم بهش به گمان من میپرداخت. ما تو این جلسه ای که در مورد گلشیری داشتیم، چون اسناد گلشیری الان در دانشگاه استنفورد هست، دست نوشته هاش در دانشگاه استنفورد هست، تمام نسخه های خطی همین شاه سیاه‌پوشانی که نشون دادید الان در استنفورد هست، و این تصویری هم که دیدید الان در استنفورد هست، این هم یه تصویری است از گلشیری در دوران جوانیش که آقای مهندس شادزی به دانشگاه تقدیم کردن، لطف کردن. توی بره گم شده راهی یک گروه روشنفکری رو وصف میکنه که دارن نگاه میکنن به این مسئلهی که جامعه ایران دوچارش هست، یعنی جامعه ایرانی که داره گذار میکنه از یک جامعه سنتی مذهبی به یک جامعه عرفی. رائی بر راهی چوپان و چوپان بر راهی گم شده رائی، و این خیلی جالبه که 10 سال قبل از اینکه مفهوم ولایت فقیه بیاد، یک کاراکتری ما در اونجا داریم که رائیه و خودش رو چوپان گله میدونه، که دقیقا مفهوم ولایت فقیه هم همینه دیگه. شما نوشته آیت الله خمینی رو بخونید، میگه که ولی فقیه چون چوپان برای صغیرها. و اینکه گلشیری واقعا با درخشانی اینجا نشون میده که جامعه ایران آبستن یه تحولیه، برای اینکه یه تجدد نیمبندی اومده. اونجا یادم میاد یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که شما عادت طهارت مردم ازشون گرفتید، هیچی جاش نگذاشتید، و اینا میرن دنبال یه چیزی میگردن که این خلا رو پر بکنه، غافل از این که اون چیزی که میرن بگردن یه کسیست که مدعی رایی بودنشون هست، و بعد رایی های بعدی که فکر میکنن مثلا 3 نفر میتونن در اتاق بشینن تصمیم بگیرن که 80 میلیون به کی میتونن رای بدن، این دقیقا همون رایی. خیلی تصویر به گمان من درخشانی هم از مسئله این تجدد بحران زده ایران ارائه میکنه، هم از وضع روشنفکرای مختلفی که جلساتشون رو نشون میده، صحبتاشون رو نشون میده، بحثایی که با هم میکنن،
همین بحثا رو بعدا در رمان‌های بعد از انقلاب هم دنبال میکنه. مثلا در آینه های دردار همین تقریبا راوی این قصه میاد به خارج، میره برای چند قصه خونی در اروپا و در آمریکا، بعد داستان‌های مشاهداتش رو میگه تو اون قصه و نشون میده که چقدر مردم الان، کسانی که در مهاجرت هستن، گروه های مختلف، نهله های فکری مختلف، همه یه جوری در صددن که بفهمن چی شد، بر ما چه گذشت، چرا این بر ما رفت، و با یک کنجکاوی و با یک نثر بسیار بسیار زیبا، یعنی نثر گلشیری به گمان من یکی از نثرهای بسیار زیبا و مؤثر و موجز قرن بیستم و تا حدی قرن 21. در مورد میرعلایی هم چون من تا اندازه باش نزدیک بودم، باید بگم که نثر او هم خیلی نثر روشن و نیرومندی بود، به خصوص در ترجمه هاش. خیلی من چون چند بار باشون در مورد کارهایی که داشتن صحبت میکردم، میدیدم که با چه دقت و وسواسی کار ترجمه رو پیش بردن. یعنی واقعا یه دوستی تعریف میکرد که با یکی از این گردن کلفتای ترجمه، حالا اسمشو نمیبرم، گفت رفتم دکتر باطنی بود، دکتر باطنی اینو برای من تعریف میکرد، گفت من دنبال چند تا واژه میگشتم، رفتم پلی یکی از این اساتید اون وقت دانشگاه، گفتم برای این واژه چی داریم، برای این واژه چی داریم، گفت برای چی اینا رو میپرسی، گفت دارم یه متن تهیه میکنم، ترجمه میکنم. اون استاد گفت ما اینجا اینجوری ترجمه نمیکنیم، به چیزایی که میرسیم نمیفهمیم یا میندازیم یا اصلش میذاریم، چیز میکنیم، میپذیم یه چیز دیگری. یعنی خیلی نگران دقت چیز نبودی، ولی میرعلایی واقعا نگران دقت بود. و گلشیری هم خیلی، من میدونید تو ایران، خب دوستانی که در ایران این برنامه رو میشنوند، خیلی هاشون شاید ترجمه‌ای که من از مرشد مارگریتا کردم خونده باشن. من مرشد مارگریتا رو، با اینکه گلشیری انگلیسی بلد نبود، من کتاب رو از انگلیسی و فرانسه ترجمه کردم و گلشیری هیچ کدوم از این زبان‌ها رو نمیدونست، فرانسه که اصلا نمیدونست، انگلیسی هم اون زمانی که این کار کردیم اوایل انقلاب بود، بعدا گلشیری انگلیسیش خیلی بهتر شد. من ازش خواهش کردم که اینو ادیت بکنه، انقدر این در ادیت، با اینکه فقط میشنی، من میخوندم این میشنی، دقتهای نویسندگی داشت و میفهمید که ممکنه مثلا اینجا من این کلمه رو درست چیز نکرده باشم، میگفت این نمیخوره که مثلا من اینو چیز کردم، بعد هضم میکرد از این دقتهایی که بولگاکوف داشته در کاراش. و یعنی هر دوی اینها و آقای نجفی که کتابتون ببینین آقای دکتر، بله دیدم، یکی از چاپای اولش، الان هی چاپ دارن میکنن، منم ازش خبر ندارم، به منم خبر نمیدن، انگار من مردم، کتابو ترجمه میکنن، به منم نمیگن، اصلا من نمیدونم الان چاپ چندمه. خیلی جالبه، تجربه جالبی است اونم، ولی خوشحالم که خونده میشه دیگه. بله من چند جا دیدم ازش یاد شده، مرشد یه عبارت هایی رو، نه منظورم مرشد و مارگریته. بله شما متن روسیش هم داشتین؟ متن روسیش رو اتفاقا من نداشتم، بعد از اینکه کتاب در اومد و به چاپ چندم رسیده بود، همین چند سال پیش یه خانمی از ایران به من زنگ زدن، خوشبختانه چون الان دیگه در ایران نیستن میتونم بهش اشاره کنم، یه خانمی از ایران زنگ زدن، گفتم من اصلی روسی هستم، اوکراینی روسی اوکراین هستم و به این کتاب خیلی علاقه دارم، اگه میخوای اینو چیز کنم، مقابله کنم با انگلیسی و جاهایی که با روسی و جاهایی که کم و کس داره برات بگم. من خیلی خوشحال شدم و این کار رو انجام دادم با یه دقت عجیبی و خوشبختانه خیلی مواردی که متن روسی تفاوت‌های جزئی حتی با متن ترجمه فارسی داره خیلی محدود بود، اون موارد واقعا چندین مورد بیشتر نبود که اونها رو گوشزد کردم، ولی فرصت این که اونها رو وارد چیز بکنیم با اینکه اندکه نشده، ولی خیلی خوشحال شدم چون من همیشه این نگرانی داشتم که اگر این با متن
انگلیسی دفعه روسی مقابله بشه چه میشه؟ من این رو جلدایی که میذارید هیچ کدومش رو ندیدم واقعا، باورتون نمیشه. یعنی اینا لابد چاپای جدیدشه، اینا چاپای بعدیشه. بله خوشحالم که خونده میشه، مثلا اینو من تا به حال ندیدم. آقای بهروز خان ما این تصاویر رو میابند. خیلی لطف دارم. آقای دکتر، مناسبت 22 بهمن رو که دیروز بود به حال ملاک قرار میدم برای اینکه نظرتون رو بپرسم درباره اینکه 22 بهمن چه بلایی بر سر ایران آورده. یه بار من از شما سالها پیش یه سوالی کردم مبنی بر اینکه شاه چه کشوری رو به انقلابیون داد و انقلابیون چه کشوری رو دارن به ما میدن. بله من فکر کنم حتما در یک فرصتی هم اقتصاددان ها و هم جامعه شناس ها این مطالعه رو خواهند کرد. یعنی دو سه تا مطالعه، یکی این که به قول شما محمد رضا شاه چه مملکتی، یا از اون شاید گویاتر رضا شاه و محمد رضا شاه چه مملکتی در 1921 تحویل گرفتن و چی تحویل دادن و تمام ایرادایی که برشون وارده. و اگر کتاب شاه رو نگاه بکنید، من ایراداشم در حد شعورم سعی کردم بگم، توهم ندارم که دوران بی خطایی بوده، ولی به عنوان کسی که نگاه میکنه خب واقعا شگفت انگیز دیگه، چی رو تحویل گرفتن، چی رو تحویل دادن، بعدم با چه درآمد نفتی. یعنی کل درآمد نفت دوران پهلوی رو بذاری، کلش رو به اندازه شاید یک سال و نیم دوران احمدی نژاده. 8 سال احمدی نژاد، اینا نزدیک 60% کل درآمد نفت ایران از روز اول دارسی تا امروز ملاخور کردن. یعنی اصلا چه گفتنگیزه اون وقت شما این همه درآمد داشتین و بعدم این همه درآمد داشتین در زمانی که مملکت در حالت یک جهش اقتصادی بوده. وقتی که رضا شاه مملکت رو تحویل میگیره، مملکت رو تحویل میگیره که از 1900 تا 1918 25% جمعیتش از قحطی و وبا و آنفلوانزا کشته شدن. 25% جمعیت آنفلوانزای اسپانیایی، آنفلوانزای اسپانیایی، وبا، قحطی، اعتیاد، جنگ، به یه روایتی 40% اقلش 25%. یه چنین مملکتی رو گرفته با تمام کمبودایی که داشته، تمام فساد مالی که بهش به درستی انتقاد میکنن، ببینید چی تحویل داده به پسرش 41 و بعد پسر 41 چی رو گرفته تا 79. کل بزرگترین درآمد نفت دوران شاه 30 میلیارد بوده دیگه، 30 میلیارد اون زمان. یکی دو سال آخر بوده. 1900 مثلا 70-65 درآمد ایران 500 میلیون دلار بوده. 500 میلیون دلار به نرخ دوران احمدی نژاد هم بگیری، یه رقم خیلی خیلی کوچکتری از این ارقام میشه. و این مملکت اون وقت در 76 داشت رشد سریع میکرد. ایران در بین دهه آخر سلطنت شاه یکی دو سال رقم رشدش سالانه 20% بوده. شما اگر این رقم رشد رو نگاه بکنی و بگیرید اگر انقلاب نمیشد، اگر جنگ نمیشد، در 2016 اقتصاد ایران الان چجوری بود؟ یعنی متوسط 10 سال آخر محمد رضا شاه رو بگیرید، اقتصادش رو، رشد اقتصادیش رو، یه محاسبه خیلی ساده است، همونو بذارید توی فرمولی میبینی که اقتصاد ایران الان بایستی کجا میبود و الان کجا هست. 1975 ایران 6 میلیون بشکه حدودا نفت صادر میکرد، الان 2 میلیون هم نمیتونن صادر بکنن، نمیتونن تولید بکنن که برسه صادر بکنن. بالاترین رقمی که اینا صادر کردن 3.5-4 میلیونه و این بازار رو ایران برای همیشه از دست داده. ایران شروع کرد صادر کردن گاز به روسیه، ایران به روسیه گاز صادر میکرد. الان ایران جمهوری اسلامی فعلی جرأت نمیکنه گازی که اروپا تشنشه
به اروپا صادر بکنه، مگر اینکه جناب پوتین بعدش بیاد از ترس روسا، از ترس پوتین. دقیقاً نه شرقی نه غربی، که ما نمی کنیم این کارو. شما غلط میکنید، نمی کنید. این بازار مملکت به بازار اروپاست. ممکنه ایران دیگه هرگز امکان این که چنین بازاری رو به دست بیاره نداره. به حساب خورده بدین معاملاتی که با پوتین میکنید، یه فرصت تاریخی رو از ایران میگیرید. این فرصت عجیب از دست دادن. این فرار مغزها رو نگاه بکنید، یعنی فرصت تاریخی که از دست رفته. ایران به گمان من کاملا، اینم دوباره من نمیگم، خیلی ها نوشتن در این مورد، اقتصاددان ها نوشتن، اقتصاد ایران در 1970 شاه، اواسط دوران، اواخر دوران شاه، از لحاظ شتاب اقتصاد و شتاب صنعتی شدن قابل قیاس با کره بود و تایوان بود و ترکیه، و از ترکیه که جلو بود در خیلی از جاها. کره رو، تایوان رو نگاه کنید کجا هستن، اقتصاد ایران هم نگاه بکنید، تفاوتش بهای انقلاب. آقای دکتر میلانی، من در روز آنلاین یه مطلبی دیدم به نام پرواز انقلاب، یه 10-15 خطه، اگه موافق باشی من بخونم. این تا اندازه نشون میده که چه رژیمی جانشین رژیم قبلی شد. نوشته است: اعدام اجاره کننده پرواز انقلاب، حاج کریم دستمالچی، بازاری ثروتمند تهرانی و از اعضای جبهه ملی که هواپیمای ایرفرانس حامل خمینی از پاریس به تهران را شخصا اجاره و بیمه کرد، 2 سال بعد اعدام شد. در سال 57، زمانی که قرار بود هواپیمای خمینی به سمت ایران پرواز کند، هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر نشد این هواپیما را بیمه کند. یک ایرانی به شرکت ایرفرانس رفت و هواپیمای حامل خمینی و تمامی سرنشینان آن را با یک چک شخصی برای سفر به ایران بیمه کرد. آن فرد همین کریم دستمالچی از بازاریان معروف و متمول و مالک پاساژ بزرگ دستمالچی بود. کریم دستمالچی عضو فعال جبهه ملی هم بود. او برای آقای خمینی در حومه پاریس خانه خرید تا اگر انقلاب سریع پیروز نشود، ایشان در آن خانه سکنا کنند. اجاره کننده پروازی که خمینی را به ایران آورد در ماجرای کودتای نوژه دستگیر شد و به اعدام محکوم شد. به نوشته روزنامه اطلاعات، کریم دستمالچی فرزند عبدالرحیم عبدالرحیم به جرم ایجاد اقتشاش در بازار مسلمین و به تعطیل کشاندن آن، کوشش در جهت بی‌اعتبار کردن رژیم از طریق مصاحبه با تلویزیون‌های خارج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمایی 25 خرداد، کمک مالی به گروهک‌های ضد انقلاب، تصویب منشوری علیه جمهوری اسلامی ایران، مفسد فلعرض و یاقی شناخته شد. حاج کریم دستمالچی را در تاریخ 22 تیر ماه 60 اعدام کردند. بعد از این اتفاق سرای دستمالچی به سرای آزادی تغییر نام داد. سرای آزادی در انتهای بازار عباس آباد قرار دارد و در صنف پارچه فعال است. ببخشید آقای دکتر. نه خواهش میکنم. ممکن بود این متن رو همینان ما نخونده باشن. من هم متاسفانه نخونده بودم. در نهایت شرمندگی، من هم خیلی نخونده بودم و استفاده کردم. بله، از این نوع افراد، من میگم این رو نخونده بودم، ولی داستانهای شبیه به ایشون فراوان، خیلی فراوانه. کسانی که از جون و دل مایه گذاشتن و ببینید، حالا اینکه مثلا آقای دستمالچی جبهه ملی بوده و به اینا کمک کرده، ببین بلایی که اینا سر آقای موسوی آوردن، بلایی که سر خانم رهنورد آوردن، بلایی که سر کروبی آوردن، برای که دلشون میخواد اگه زورشون برسه سر خود رفسنجانی در بیارن. یعنی اینا ادامه همین روند
خشونت عجیب و بلعیدن همه کسانی است که با نظر یه اقلیت کوچیکی که سوار شدن و حاضر هم نیستن پیاده بشن ناسازگاری دارن. یعنی تعداد کسانی که اینها از جبهه ملی یا کشتن یا از کسانی که از ارتش، کسانی که در ارتش با اینها قرار و مدار گذاشته بودن، کسانی که از طریق آقای بازرگان، آقای بهشتی با طرفداران آقای خمینی ملاقات کردند، تصمیم گرفتن ارتش رو خونسا بکنن، ارتش رو به این طرف بیارن، مقدم که ساواک رو در واقع با اینها وارد مذاکرات کرد، تعداد آدمایی که از اون رژیم با اینها سعی کردن همکاری بکنن برای اینکه همه رو کشتن، همه رو کشتن. یعنی واقعا و عده‌ای که نکشتن یا دغمغ شدن یا خونه نشین شدن، عده‌ای فرار کردن. خب ببینید اصلا در تاریخ 3000 سال ایران، در 3000 سال ایرانی ها در این منطقه زندگی میکنن، هرگز نبوده که 10% کل جمعیت تقریبا از مملکت در برن برن. ایران هرگز در این 3000 سال تعداد مهاجرینش به اندازه امروز نیست. یعنی مغول اومده، عرب اومده، افغان اومده، ترک اومده، تازی اومده، هر کی اومده، یه دی رفتن یه دی کشته شدن، تعدادشون هم زیاد بوده. ولی از وقتی که جمهوری اسلامی بوده از 35 میلیون الان 7 میلیونش به یه روایتی 6 میلیونش حداقل خارجه. این رقم عجیبیه، 10%. مثل اینه که فردا تو آمریکا آقای ترامپ یا آقای سندرز بیاد و در ظرف چند سال 35 میلیون از این مملکت برن. این 10% جمعیت آمریکا الان میشه 35 میلیون دیگه. هر کس از گوشه ای فرار رفتند. هر کس از گوشه ای فرار داره. چه دربدری هایی کشیدن. حتی اونایی که الان جزو نوابق بیزنس و فرهنگ هستن در خارج. واضح قربت، اسمش قربته. قربت در کلمه فارسی تمام ابعاد ماجرای قربت، واژه قربت، سنگینی قربت نشون میده. نشون میده. شکسپیر میگه که از قربت به عنوان نان تلخ قربت یاد میکنه. در قربت همیشه نان تلخ. آقای دکتر، اسمش شکسپیر آوردین. ایرنا یه خبری منتشر کرده، گفته است که متون فرمایشات آیت الله العظما خامنه ای از ابتدای انقلاب اسلامی، همچنین سخنرانی های معظم له از سال 1370 در نقش ولی فقیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته. دکتر هادی ویسی گفته است که بر اساس نتایج این تحلیل چه واژه‌های بیشتر در این سخنرانی به کار رفته که اون موضوع ما نیست. او خاطر نشان کرد تعداد کلمات و واژه‌های خاص که در بیانات رهبر انقلاب به کار رفته حدود 60,000 کلم است که رقم بزرگی به حساب می آید. پرحرفی هم اینا به عنوان نبوغ، زیرا به طور معمول هر فرد عادی در محیطی مانند یک شهر کوچک در طول زندگی خود به طور متوسط با کمتر از 10,000 کلمه بیان مقصود میکنند. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد، اینم جزء پاچه‌خواراست معمول، بررسی مجموعه آثار ویلیام شکسپیر نشان میدهد که کل کلماتی که این شاعر و نویسنده مطرح در آثار خود استفاده کرده حدود 30,000 کلمه است و تعداد کلمات به کار رفته در بیانات مقام معظم رهبری نشان دهنده حجم وسیع واژگان و غنا کلماتی است که ایشان با آنها سر و کار دارند. آیا که شما شکسپیر شناسید؟ بله، اولا رقمشون قابل بحث، تعداد کلماتی که شکسپیر به کار میبره به یک روایتی حداقل دو برابر این رقمی است که ایشون گفتن. در مورد شکسپیر
ما صدها بدون اغراق، صدها کلمه، صدها عنوان کتاب میشناسیم که همه از شکسپیر اومده و در زبان انگلیسی جا افتاده. به یک روایت انگلیسی بلوم مثلا میگه که انگلیسی امروز برساخته، تا حد زیادی برساخته شکسپیره. من کلمات سخنهای آقای خامنه‌ای رو نشمردم. خب البته اینکه کلمات عربی رو مثلا از قرآن به فارسی سلیس بیهقی و شاهنامه آدم بخواد اضافه بکنه، ممکنه بتونه این ارقام رو چیز بکنه، ولی مهم تعداد کلمات نیست. هر چی که حالا این حساب سازی کلماتی باشه، مهم تأثیری است که در زبان گذاشته میشه. شکسپیر اند فصاحت بود، متر فصاحت بود، و این واژه های شگفت انگیزی که در زبان انگلیسی رایج کرده. و میگم واقعا زمستان نارضایی ما اصلا تعداد فیلم هایی که، تعداد قصه هایی که، تعداد رمان هایی که عنوانشون دو کلمه از شکسپیر هستن، یعنی میزان نفوذ معنوی شکسپیر به خاطر تعداد کلماتش نیست، به خاطر فصاحتشه، به خاطر درایتشه، به خاطر عمق اون کلمات، عمق اندیشش، پرگویی و تکرار و اینها که متر فصاحت نیست. 50 سال دیگه نگاه بکنید ببینید چند تا از این صحبت کلمات تازه‌ای که ایشون به کار بردن در زبان فارسی ریشه دوونده. نه اینکه بگیم مثلا در شعر حداد عادل ازش استفاده شده، خب حداد عادل واضحه که اگر بخواد شعر بگه از واژه های استفاده میکنه که آقای خامنه‌ای ممکنه استفاده کرده باشه. بعدم من میگم اینا همه به هم یه جوری پیوند دیگه. اون آقایی که آواز میخونن در ایران و یه دفعه اشتباه کرد، روبوسی کرد با احمدی نژاد، اون من خاطرات اون مصاحبه ازش میخوندم، اون میگه که به ما یه شعر دادن از حداد عادل، گفتن اینو بخون. من تصمیم گرفتم نخونم. بعد تو رادیوی جمهوری اسلامی به هر کسی دادیم که اینو بیا بخون، حاضر نشدم بخونن. خب میدونید میشه گفت که حداد عادل رئیس فرهنگستان جایی نشسته که زمانی فروغی نشسته بوده، ولی متر و میزانش جایی که نشسته نیست. متر و میزان نفوذی است که در زبان و در فکر و این واقعا مثلا مقایسه با شکسپیر شگفت انگیزه. میزان این چاپلوسی هایی که میشه و این نوع استفاده ابزاری از بعضی از این روش‌های تحقیق برای اینکه یه چیزایی رو ثابت بکنن که واقعاً ثقالت داره، به قول دوست ما این ثقالت هم وارد شده. ثقالت، بله، این هم جزء 6000 کلمه ایست که ما استفاده میکنیم. بله آقای دکتر، ببخشید من یادم میادش که این آقای حداد عادل یه مصاحبه کرده بود درباره بیشتر شب عروسی دخترش با پسر آیت الله. در اون شب خب همه رفته بودن خونه حداد عادل، تنها کسی که نرفته بود اینجوری که ایشون گفتن مقام معظم رهبری بود، و بعد که همه برگشتن از عروسی گفته شد که، یعنی حداد عادل میگه آقا هیچی نخورده بودن، هیچ غذایی براشون نبوده، یه کمی نون با پنیر خورده بودن میشن. بله بمیرم واسش. خیلی سخته. من امیدم اینه که غذا خیلی بهشون خوب داده میشد، ولی مملکت بهتر اداره میشد و در فرهنگستان کسی جایگاهش، کسی قرار میگرفت که صلاحیت اون کار رو داره، نه کسی که سببی به اون مقام رسیده. انتصاب های سببی، من خیلی ترجیح میدم رهبران این مملکت هر شب سلطانی بخورن
ولی انتصاب‌ها انتصاب‌های سلطانی نباشه، انتصاب‌های رقابتی باشه، تا اینکه شب نون و ماست بخورن، انتصاب‌ها همه انتصاب‌های سلطانی باشه. آقای دکتر، شما یک بار گفته بودین که ایران کنونی به زودی با دموکراسی که در زیر سطح جامعه شروع به نشو و نما کرده به یک ایران موسع تبدیل خواهد شد. یادتون هست؟ بله، هنوز هم باور دارم. یعنی آیا این دم و دستگاهی که اینا چیدن، چه میدونم سپاه و سلاح‌هایی که در اختیار دارن، اینها ممکن است که در برابر چنین دموکراسی خواهی از بین بره؟ من اتفاقا فکر می‌کنم در همین دم و دستگاه‌ها در برابر دموکراسی خواهی، اون دموکراسی خواهی واقعی همین الان سر تعظیم فرود میارن. مثال بزنم، یه مقاله خیلی جالبی خوندم همین دو سه روز پیش توی بی بی سی نوشته بود یکی از مفسرین بی بی سی در مورد این تقاضایی که آیت الله آقای خامنه ای کردن از مردم ایران که رأی بدید و اینکه عزت و مشروعیت جمهوری اسلامی به رأی شما بازبسته است. این دقیقاً مخالف تمام اساس فکر ولایت فقیه. ولایت فقیه اونچنان که آیت الله خمینی گفتن میگه مشروعیت دولت به رأی مردم اصلا بازبسته نیست، مشروعیت الهی است، خدا تعیین میکنه. آقای مصباح یزدی میگه که مردم چی کارن رأی بدن، مردم جمهوری اسلامی هیچ کارن، این انتصاب ها رهبر رو مردم اصلا انتخاب نمیکنن، کشف میکنن، حتی خبرگان هم رهبر رو انتخاب نمیکنن، کشف میکنن. یعنی مردم در فکر ولایت فقیه و فکر مصباح یزدی محلی از اعراب ندارن، ولی فضای جامعه یه جوریه که خود آقای خامنه‌ای وقتی که میخواد مشروعیت برای دولتش ایجاد بکنه به مردم میگه که حتی اگه با ما بدی بیاید رأی بدید. به چه نکته جالبی دست گذاشته. خیلی نکته چیزیه، یعنی نکته بسیار مهمیه. یعنی پذیرفتن که اون مفهوم ولایت فقیه محلی از اعراب نداره و مشروعیت ایجاد نمیکنه. هی شما در کیهان بگید که تنها مشروعیت ما اینه، وقتی خود رهبر میاد میگه که مشروعیت ما به رأی شما بازبسته است، این معنی دموکراسی همینه. شما اجازه نمیدید به دموکراسی، میخواید ازش استفاده ابزاری بکنید، ولی اگر این جا بیفته و داره جا میفته، مردم هم حق خودشون میدونن، گفت شما رأی بدیم ولی انتخاب نشید، انتخاب نشید. آقای دکتر خیلی ممنون ازتون، وقت ما به پایان رسید، خیلی متشکرم ازتون. از موفق باشید، به خصوص در پژوهش هایی که مرتب انجام میدهید. از شما خیلی متشکرم. خواهش میکنم. منم متشکرم از آقای بهروز مشکینیار که این برنامه رو هدایت کردند و با سپاس از هممیهنانی که به این برنامه و دیگر برنامه های ما توجه فرمودند. شب و روزتون خوش.